تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش درست کردن گوشت تیکه توی رودپز اینستنت پات رو یاد بدم که خیلی راحت هستش و زمان پخت ما رو خیلی کم میکنه. این گوشت تیکه رو در واقع میتونیم به سبک ریگو درست بکنیم که قبلا من بهتون آموزش دادم و خیلی خوشمزه میشه. احتیاج به سیر و به پیاز نیستش و فقط سیر لازم داریم، فلفل سیاه و اگر که در اختیارتون هستش که یه ذره رزماری که داخل این فرو میکنیم و اینو میذاریمش توی رودپز برای پختن. حدود 40 دقیقه بیشتر زمان نمیبره و خیلی سریعتر هستش. شما به صورت نرمال وقتی بخوایم این یه گوشت تیکه رو بپزیم حدود 2 تا 3 ساعت طول میکشه که پخته بشه و با این رودپز ما زمان پخت رو خیلی کمتر میکنیم و خیلی مزه بهتری هم پیدا میکنه. خب میریم که شروع کنیم کارمون رو. مهمترین چیزی که ما برای این غذا احتیاج داریم سیر هستش. روزه برای این مقدار روزه 3 حبه سیر به نظر من کافی هستش. اینا رو باید به صورت باریک باریک در بیاریم خلال شده و گوشت رو سوراخ میکنیم و داخلش اینا رو فرو میکنیم. خیلی مزه خوبی به گوشت ما میده و دیگه احتیاج به پیاز و تفت دادن و اینجور چیزا نیست. این شکل رو باریک باریک بکنید و بذارید کنار آماده. خب این گوشت من تو بسته بندیش در آوردم و اینو شروع میکنیم به این شکل سوراخ کردن. گوشتتون اگه گوسفندی هم باشه هیچ فرقی نمیکنه. من گوشت گاو استفاده کردم چون گوشت گوسفند خوشم نمیاد. به این شکل سیرا رو توش میکنیم و رزماری هم اگه داشتین یعنی خوشمزش میکنه. من کنار این فرو میکنیم توش. من از خشکش استفاده کردم، اگه تازهش هم داریم که چه بهتر. فاصله های نسبتا کم اینا رو داخلش اینجوری فرو کنیم. همین خیلی خوشمزه میشه. همه طرفش میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب گوشت ما آماده شد و حالا ادویه‌هاشو بهش می‌زنیم. تنها چیزی که لازم داره فلفل سیاه هستش. اگه بخواییم خیلی بهتر هم بشه یه تیکه کوچک چوب دارچین هم داخلش بندازیم. یعنی اگه ادویه‌هایی داریم مثل ادویه‌هایی که برای استیک خوبه این هم یه ذره بهش بزنیم. دیگه همه چوب داره، فلفل داره، سیر داره، نمک داره، سبزیجات خوش داره. یه ذره از اینا روش بپاشیم خیلی خوب بشه. نزدین هم همون سیر و فلفل سیاه کافیش هست، هیچی اضافه تر لازم نداره. همین یه ذره بهش کره اضافه میکنم، یه ذره آب میریزم و میذارمش که بپزه. البته اصلش اینه که اینو یه ذره تو روغن تفتش میدن سرخش میکنن دور تا دورش، ولی من این کار نمیکنم، میذارم همینجوریه بپزه. آبش رو اضافه کردم، زیادم نمیخواد آب بریزی، من که آب بخار نمیشه و توش میمونه. بیشتر برای این هستش که در واقع سس ما به حساب میاد که روی برنج بریزیم. برای همین یه ذره کره اضافه میکنم که خوشمزه و خوش طعمش کنه و میتونیم یه ذره حتی بیس زعفرون هم اضافه بکنیم که در واقع این آب ما آب گوش میشه و شما میتونید روی برنجتون استفادهش بکنید. خیلی خوب میشه که زعفران رو دیگه آماده است که ما بذاریمش تا آماده بشه. به این شکل میذاریم داخل، درش رو میبندیم و به مدت 40 دقیقه میذاریم این بپزه. گوشت من آماده شد، اینو خاموش کرده بودم بخارش هم بره و به این شکل در اومده. این قشنگ آب و سس هم انداخته. اینو میتونیم بریزیمش روی برنجمون
و اینم که گوشتش که کاملا پخته شده به همین راحتی. خب برنجمونو میشستم و آبم میزنم که جوش به نمک ریختم. این سیب زمینی رو خواهم برای تدیکش، شیره تازه هم برای داخلش و اینجا باقالی هم نیست، بداشت از کنسرو باقالی استفاده میکنم. خب آب تو جوش اومد، برنج رو اضافه میکنیم. شیویدش هم اضافه میکنیم و میذاریم که شنید آماده بشه. شیویدش خوش بود، لابلا برنج میریزیم موقع دم کردن، این تازه باشه الان ما بریزیم که یه ذره نرم بشه بپزه. این آماده است و باقلیش رو چون پخته شده همین مرحله بهش اضافه میکنیم و بعد آب کشش میکنیم. نه من پوستشون در نیاوردم، برای اینکه پوستش خیلی لطیف و نازکه، ببینه هم پوستشو در میان له میشه. خب میگم که اینا رو شروع کنیم آب کش کردن. تریک شیوه داشتن با که کمه کم شد یعنی شهر میگرد. برای آب روغنش یه ذره کره و زعفرون، بعد آب همون گوشتی که درست کردیم رو میریزیم داخل این یه همون رو میدیم، برنجمون خوشمزه تر هم میشه. اینو میذارم بهش کنار، وقتی برنجمون بخار کرد میدیم بهش و دیگه تمام. چی در اومد؟
نه از قضا ما.